آقای محمد ملکی رو این بار دوباره امتحان میکنیم خطشون. امیدوارم که خط تلفنتون خوب باشه. آقای ملکی، شما نامه نوشتین خطاب به آقای روحانی و مسئولین امنیتی ایران که بعد از سخنرانی آقای روحانی شما به وزارت اطلاعات احضار شدین و خانواده شما مورد فشار و اذیت و آزار هستن. لطفا بفرمایین چرا این نامه رو نوشتین شما؟ دلیلش مشخصه. من در اون نامه ذکر کردم که این اتفاق بارها افتاده که وزارت اطلاعات من رو احضار کرده و من غالبا وقتی میخواد احضار بکنه تلفن میزنه به بچه های من، به پسر من و تهدید میکنن. من تعامل کردم مدت ها، گفتم که این مسئله رو علنیش نکنم، تا اینکه اون روز آقای روحانی با اون فرمایشاتی که کردند و با حمله به کسانی که سکوت کردند و اینا، من اون نامه رو نوشتم، گفتم برادر من سکوت نکردم، یه عمر دارم چوب میخورم، شما چطور توقع دارید از استادان که این سکوت رو بشکنن؟ شما اول تأمین کنید که استاد بتونه حرفشو بزنه، بتونه بیان بکنه، بتونه نظرشو در مسئله بیان بکنه، اون وقت از کم که این تقاضا رو بکنید یه در عنوان کم سواد و اینا خطاب نکنید. من نمونه دارم، آقای دکتر زیبا کلام مگه نبود که راجب همین انرژی اتمی مقاله نوشته بود، برای خواسته بودند و احضار کرده بودند و مشکلات برایش ایجاد کرده بودند. بنابراین من نظرم این است که باید اول تأمین بشه یک استاد تا بتونه اظهار نظر بکنه، بعدم گذشته از این استاد راجب چی اظهار نظر بکنه. شما یه قراردادی بستید که حتی وکلای مجلس نمیدونن، از جزئیاتش اطلاع ندارن، 120 وکیل آمدن نوشتن که نمیدونم اینجا چه خبر بود، چه اطلاع شده، چه اتفاق افتاده. حالا یک عشقم استاد دانشگاه از کجا میدونه اصلا رو چی بحث بکنه، رو چی اظهار نظر بکنه، رو چی موافقت کنه، رو چی مخالفت بکنه؟ من بحثم اینه. خب فکر میکنید منظور آقای روحانی با این حساب چی بوده از این دعوتی که از دانشگاهیان کردن؟ والا منظورش باید از خودشون پرسید. من که نمیتونم عرض کنم که ضمیر ایشون رو بخونم. ایشون نفرند مقداری از دست کسانی که با ایشون مخالفت میکنند و عرض کنم که اون جناحی که توطئه میکنند در هر حال سنگ میندازند در راه ایشون عصبانی بودن، اومدن عصبانیت شد چون دیوار کوتاه‌تر از استادان دانشگاه و دانشگاهی نیستن، اومدن این عرض کنم که اون ناراحتی خودشون رو سر استادم خالی کردن. آقای ملکی، آیا تحلیل شما این هست که در دولت آقای روحانی از این به بعد فضا بازتر بشه برای سخن گفتن دانشگاهیان؟ والا تا حالا که ما چیزی فضای بازتری ندیدیم برای این 6 ماه. امیدواریم که در آینده ایشون به وعده‌ای که به ملت ایران دادند عمل بکنند و فضا رو باز بکنند، باز یک کمی باز بکنند که بتونن نقلا مردم از مثلا استادان دانشگاه، محققین، متخصصین اینا نظرشون رو بدن. نه اینطوری باشه که اگر نظرشون مطابق میل حاکمیت بود خب اون چیز بکنند، اما اگر نظر مخالف دادن با هزار رو عرض کنن که دلیل، با هزار رو عرض کنن که روش، اینها رو ساکت بکنن و مشکلی برایشون ایجاد بکنن. همون که من عرض کردم، من اینو بازم تکرار میکنم اینجا، من به حاکمیت میگم، به وزارت اطلاعات خطا اینه، آقا من اگر خطایی کردم، گناهی کردم به زعم شما، بچه های من چه گناهی دارم، همسر من چه گناهی داره، پسر من چه گناهی داره که هر روز بهش تلفن میزنید و تهدیدش میکنید و اینا. من حرف و سخنم اینه. خیلی متشکرم. به خصوص میخوام آقای روحانی هم بگم که آقای روحانی یه کاری بکنید که در این قبیل اعمال در مملکت اتفاق نیفته. شما اگر میخواید که مردم اون ندهی که به شما رأی دادن پای رأی خودشون بیستن و از کنم از شما پشتیبانی بکنن، با این روش و با این مسائلی که در مملکت اتفاق میافته، شما فکر میکنم که روز به روز اون چیز خودتون رو، اون طرفان خودتون رو از دست میدید.